کشتار انتخاباتی در فیلیپین آغاز شد. این سیاستمدار فیلیپینی متهم است که در بدترین کشتار دست جمعی این کشور نقش مهمی داشته است. او عضو یکی از طوایف پرقدرت در جنوب فیلیپین است. گفته شده که او در حمله غافلگیرانه ماه نوامبر گذشته علیه یک رقیب سیاسیش دست داشته است. اندال امپوتون شخصی که متهم به دست داشتن در کشتار انتخاباتی علیه یک رقیب سیاسی خود در فیلیپین است. در این حمله 57 نفر به ضرب گلوله کشته شدند. اما آقای امپوتون اتهامات علیه خود را رد کرده است. از ماه فوریه بارها برگزاری جلسه دادگاهی این شخص به تعویق افتاده بود. اما با گذشت چندین ماه سرانجام روز چهارشنبه 8 سپتامبر جلسه دادگاهی آقای امپوتون برگزار شد. در ماه جون یکی از شاهدان اصلی این دوسیه که میخواست علیه خانواده اندال امپوتون شهادت دهد هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد. بسیاری از قربانیان کشتار انتخاباتی سال گذشته زنانی بودند که عضو خانواده سیاسی مونگو دادا اوتوس بودند. خانواده ای که رقیب سیاسی خانواده امپوتون قلمداد میشد. در این کشتار 3 خبرنگار نیز همراه کاروان خانواده مونگو دادا اوتوس سفر میکردند کشته شدند. وکیل تعقیب کننده این دوسیه میگوید برای بررسی آن به زمان نیاز دارد. این موضوع در یک شب یا حتی در طول یک دوره حکومت تمام نمی شود. در حقیقت ما درباره مدت زمان طولانی صحبت می کنیم. اندال امپوتون پسر سرد و بی‌تفاوت در جلسه دادگاه که زیر تدابیر شدید امنیتی بود نشست و به اظهارات شهود گوش داد. طایفه امپوتون در 10 سال گذشته قدرت را در ایالات مایون دانیو در دست داشته است. جسد 57 قربانی ماه نوامبر سال 2009 در یک گور دست جمعی کشف شده است. اسماعیل مونگو دادو اسناد کاندیداتوری خود را توسط همسر، خواهران و سایر اعضای خانواده‌اش فرستاده بود. من حالا راحت و امیدوار شدم چون که عدالت به شوهر من و دیگر قربانیان این واقعه داده می شود، چون آنها با بیرحمی کشته شده و حالا من راحت و راضی هستم. دیدبان حقوق بشری که مقر آن در امریکا است می گوید از ماه نوامبر گذشته تا اکنون شمار زیادی افرادی که از سوی رفتارهای متناسب به خاندان امپوتون خبر داشتند کشته شدند. در ادامه ادریسی جویا با شماست. سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. تیم رسانه‌ها قهرمان رقابت‌های فوتسال جام رمضان شد. فاینال رقابت‌های فوتسال جام رمضان پایتخت بین دو تیم رسانه‌ها و ستاره آزادی شب گذشته انجام شد که با قهرمانی تیم رسانه‌ها همراه بود. در این دیدار که در تنها سالن ورزشی کمیته ملی المپیک کشور برگزار شد، هر دو تیم در وقت معمول با نتیجه بهتر از تساوی 4 بر 4 دست نیافتند تا بازی و ضربات پنالتی کشانده شود. در نهایت این تیم رسانه‌ها بود که توانست در ضربات پنالتی 5 بر 3 و در مجموع این دیدار با نتیجه 9 بر 7 حریفش ستاره آزادی را شکست دهد. این رقابت ها با حضور 32 تیم برتر کابل از مدت 3 هفته پیش از سوی کمیته فوتسال کشور راه اندازی شده بود که با قهرمانی تیم رسانه ها خاتمه یافت. قهرمان جهان برابر آرژانتین به زانو درآمد. تیم ملی فوتبال اسپانیا شب گذشته در یک دیدار دوستانه مقابل آرژانتین بیشترین گل را در یک دهه اخیر پذیرفت و در نهایت با نتیجه 4 بر 1 شکست را پذیرفت. اسپانیایی ها در این دیدار که اولین شکست آنها بعد از جام جهانی بود، هیچ نشانی از قهرمانی دنیا نداشتند. در این دیدار مسی، اگوئن، تیوز و سرخیو آگیرو برای آرژانتین گلزنی کردند و تک گل میهمان را فرناندو لورنتا به ثمر رساند. سرخیو باتسا مربی موقت تیم آرژانتین که جایگزین دیگو مارادونا شده است، بعد از بازی گفت این همان اسپانیایی که میشناختیم نبود، ما تیم بزرگی را شکست دادیم. اسپانیا از سال 2000 که در یک بازی 2-4 بر 1 به آلمان باخته بود، تا کنون 4 گل نخورده بود. رقابت‌های یورو 2012 با پیروزی تیم‌های آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانسه پایگیری شد. در دومین دور از مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا شب گذشته آلمان در ورزشگاه شهر کلن آذربایجان را با نتیجه پرگل 6 بر 1 در هم کوبید. انگلیس با حساب 3 بر 1 میزبانش سوئیس را مغلوب ساخت. ایتالیا با 5 گل از گروه سوم بر جزایر فارو غلبه کرد. فرانسه که در رقابت‌های آفریقای جنوبی بدترین نتایج تاریخ خود را
گرفت، بالاخره رنگ بال را به چشم دید و بوسنی هرزگوین میزبان خیش را با دو گل کریم بنزما و مالودا شکست داد. سوئدی ها در خانه با 6 گل سان مارینو را در هم شکستند. دنمارک در ورزشگاه خانگی پارکن کپنهاگ با 1 گل بر آیسلند غلبه کرد. هالند با نتیجه 2-1 از صدر فنلند عبور کرد و در سایر بازی ها اسلوواکی، لتونی، مونتنگرو، ترکیه، لیتوانی، آلبانی، نروژ، اتریش، مجارستان و اسکاتلند در مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. این بود خبرهای ورزشی تا این ساعت. تشکر از همراهیتان بر رویدادهای خبری این ساعت. از همراهیتان جهان سپاس. شب خوش داشته باشید. خدا نگهدار.